سلامی چوبوی خوش آزادی. عرض ادب و احترام. بار دیگه شانس این رو داریم به منازل شما سروران عزیز بیایم عید دیدنی. چقدر زود گذشت، یک سال دیگه. بهار خانم از راه رسید و این فرصت رو به همه ما داد که نوروز باستانیمون رو با هم در کنار هم جشن بگیریم. خب یک مهمان ویژه داریم، مهمانی که در این جشن ها همیشه همراه ما بوده و این دیگه بزرگترین جشن ما ایرانیان، نوروز. نوروز رو در کنار استاد فریبا داوودی هستیم، با هم به دیدن عیدی شما میاییم و ببینیم که عیدی چی میتونیم از استاد بگیریم. عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدیم. قربون شما، سپاس از مهرتون. دم عرض تبریک دارم خدمت شما و تمام ملت ایران در اقصا نقاط جهان. خیلی سالتون مبارک بشه. قربون شما، بر شما و همگانم. انگار دیروز بود نشسته بودیم با رنگ و حال دیگر، بهاری رو جشن میگرفتیم و چقدر زود گذشت. خیلی زود گذشت. ولی عمرمونه. بله واقعا، چیزی که حواسمون نیست چقدر این عمر داره به سرعت میگذره. ولی خدا کنه که به هر حال گذر زمان عمر همیشه جشن بهاری و نوروزی کنارش باشه. این رو میپذیریم با جان و دل. عیدی چی گرفتین خانم داودی امسال؟ چیزی گرفتین نگرفتین؟ الان چون من میخوام پوز عیدیمو بیام برای دوستان. جان دادم. من عیدی گرفتم، سریعم عیدیمو پوشیدم چون خیلی دوستش داشتم و ممنون از انقدر شما بزرگین و گردن همه حق دارین و من ممنون شما هستم و همسر گلتون و ممنون دو عزیز، یک جناب سعید نعیم منش و دو پرستو جان که جاش سبزه. بله جاشون سبزه و انشالله که همه خوب باشن و هر کسی هر جا هست موفق باشه. بله. عیدی میدونین یه چیزیه که من فکر میکنم خودمون به خودمون میتونیم بدیم که دلامونو صاف کنیم. بله. پاک کنیم، ببینیم سال گذشته چه کار کردیم، چه کارا نکردیم، برای چه کارهایی باید خوشحال باشیم و برای چه کارهایی غمگین که چه انجامش دادیم چه ندادیم. اعتقاد قلبی و شخصی. بله. و با این گذشت زمان که دور تنده و آدم فکر میکنه که وقت نداره، به خصوص که حالا این روزگار خیلی زود دیر میشه. بله خیلی زود دیر میشه و روزگار خودش عجیب و غریب تو آستین آدم میکنه. اینه که دیگه خودمون سعی کنیم تو آستین خودمون کمتر به قول معروف خوردشیش و اینا بباشیم. من آرزو میکنم که مردم ما، کشور ما به اون آزادی برسن، به اون آرامش و امنیت که دلشون میخواد برسن و بهترین ها رو آرزو میکنم و با هم خوب باشن. وضعیت مردم ما در ایران واقعا عجیب و غریب شده. یه طرف یه عده‌ای دارن اصلا نمیدونن چی کار باید بکنن، همه دلشون میخواد که بیان بیرون، بیان اینجا، روزی نیست که شما خودتون این عزیزای مشورت نکنن، بیان، آمدن اینجا و واقعا تازه اول سختیاشون شروع میشه و نمیدونن. و اینه که ما بتونیم که با هم با همدلی بتونیم کمک بکنیم، چه به اونا درست راهنمایی کنیم. خود حضرت عالی که واقعا فکر می‌کنم روزی حداقل 10-12 نفر رو همین جور تمام وقت و زندگیتون رو گذاشتین و میرسین و محبت میکنین. یه توصیه‌ای که دارم، شب دقیقت ایام نوروز هست، هر کسی پول یک دونه کافی در طی روز هر کسی بتونه بذاره کنار، این به خیلی قشنگ و زیبا میتونه دو تا بچه رو تو ایران حداقل خرج کتاب و وسایلش اولیه‌شو. بله این توصیه منه و حالا غیر از اون کاری که و امیدوارم که با هم مهربون باشین، دیدن بزرگتراتون برین. بزرگ و کوچیکی گم شده الان، عشق و محبت از اون حالت معمولش در اومده. میدونین یعنی آدم دوستی ها پایه های خیلی سستی پیدا کرده. امیدوارم که پایه های دوستیتون محکمتر بشه. آدم ها رو به شکل سرمایه نگاه نکنین. سرمایه دوستی به هست سرمایه مالی هست. بهترین ها رو آرزو میکنم و انشاءالله توفیق خدمت گذاریتون رو داشته باشیم. و در سال جدید یه برنامه جدید داریم؟
بله یک اختیار دارین، یه سری تور کنسرت هست اگه انشالله روزگار بذاره و به هر حال از نظر اون جانی بتونم انجامش بدم. تمام بله انشالله. ماه می دو روز اجرا داریم، 11 و 12 می، که اواید کاری که انجام میدم میره باز برای بچه های ایران و هزینه داروی بچه ها هست. به هر حال اون بخشی که به من، خب به هر حال عزیزان اون اسپانسر دارم و اونا خود، یعنی اسپانسر که در حقیقت منیجر کاری داریم. حالا انشالله که زیر سایتون بتونیم یه خدماتی رو انجام بدیم، حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. پس برای ماه می، ماه می رو به میمنت و مبارکی میگیریم در سال جدید اپریل. بله، به خاطر اینکه هم حضور آقای دکتر هولاکویی در پایان ماه می هست، 26 و 27 هم کنسرت شما 11 و 12 برای به قول معروف کار نیک. و از همین الان هم اگه فکر میکنین سهمی میخواین داشته باشین، حتما با استاد تماس بگیرین و ببینین که چی کار میتونین در کنسرت 27 و 28 اپریل هم در هالیفکس خواهیم بود. بله انشالله، امیدو به خدا اگر انشالله این برنامه ریزی رو کردیم. بله ماه پربرکتی خواهد بود و مسلماً هم شما دوست دارین در یک کار خیر شرکت کنین، و چه بهتر از این که صدای جادویی و صدای جادویی هنجره شما، هنجره بلبل، اختیار داری نفرمایید. منم عاشق این صدا و مطمئنم شما لطف دارید. شما در هر برنامه حضور داشتن گفتین خود چرا نمیگین بخونید. امروز هم عیدی، حالا به درست عیدی بر ما آوردی، ولی عیدی برای بینندگان و شنوندگانمون باید داشته باشیم و طبق رسوممون دیگه. اختیار دارید. شما چی برای ما خواهیم خون برای دوستان؟ ابیاتی رو از عطار انتخاب کردم، تو ماهوره، و بعد یه ترانه هم هستش که جناب استاد فضل الله توکل، استاد سنتور و آهنگساز هستن، اینو در حقیقت ساختن و خانومشون بیتا خونده بودن. من اینو اون گذر زمان و گذشته عمر هست، اونم بعدش اگه اجازه بدیم. نه. چقدر تایم داریم حتما دارم. با اجازتون. ای بلبل خوش نوا فغان کن، ای دست نوای عاشقان کن. چو سبزه ز خاک سر برآرد، ترک دل و برگ بوستان کن. سرخوش شو و دست در میان کن، در میان کن. بردار سفینه غزل را و از هر ورقی گلی نشان کن. ای داد دل آینه من شکسته، چرا به چهره غبارم نشسته؟ چرا مرا ای دل من دعا کن، مرا ای جوانی صدا کن. آمد زمان اسیری من که گوید سلامی به پیری من. مرا ای دل من دعا کن، مرا ای جوانی صدا کن. زمان لحظه لحظه شود ماه و سالی،
زمانی به خوابی، دمی با خیالی، به آسوده بودن، ولی کو مجالی مگر عمر نوحی که باشد محالی. من آن بید پیرم که می ترسم اکنون شکست شوم به نوازش بادی. من آن مرغ عشقم که لب نگشودم میان چمن به ترانه شادی. تو عین شاد زندگی کجایی مگر به خوابم تا به خوابم آیی. زمان لحظه لحظه شود ماه سالی، زمانی به خوابی، دمی با خیالی. دستتون درد نکنه، میدونم که همونقدر که من لذت بردم حتما شما عزیزانم لذت. عجب رنگی، عجب رنگ صدایی، عجب زنگ صدایی، شما لطف دارین و واقعا آدم کیف میکنه بدون اکو، بدون صبح خوندنم خیلی سخته حضرت استادی خانم افسانه خانم، واقعا اصلا حرف زدن معمولی هم صدا عوض میشه، ولی شاهکارین. سپاس از مهرتون، از بزرگواریتون، فرمون شما برم. غیر از اینم انتظار نداشتیم. آرزوی سلامتی دارم برای تک تک عزیزان، خود حضرت عالی، خانواده محترم، همسر گلتون، فرزندای گل و دامادها و عزیزای نازنین، و هیچی به سلامتی نمیرسه. سلامتی فکر کنم اینو دیگه تقریبا خیلی از هموطنان، انسان‌ها متوجه شدن، مخصوصا در دوران پندمیکی که پیش آمد. خیلی ها اگر واقعا حواسشون هم نبود که بزرگترین سرمایهشون سلامتیشونه، کم کم یادشون اومد که چقدر مهم. بعد سال گذشته که گذشت، واقعا دو سه تا از عزیزای نازنینم و از دست دادیم. واقعا آدم اصلا نمیدونه، جوون 30 سال، 40 سال، و پریروز هم یکی از عزیزای گلمون رو در هالیفکس بازم دست دادیم. یعنی اصلا خیلی نمیدونم مال این واکسن هاست، مال این چیه، این استرس هاست، من اصلا مربوطه به چیه. فقط آرزو میکنم که همتون دلاتون شاد باشه، به بزرگتراتون سر بزنین، عیادت مریضا برین، ولو با یک شاخ گل کینه ها رو دور بریزین، خونه دلتون رو خونه تکونی کنین تا شادی و آرامش و سلامتی وارد خونه هاتون بشه. بله، سال خوبی رو در پیش داشته باشین، سال نوتون مبارک. ما میریم با مهمان عزیز دیگری برمیگردیم، ولی به هر حال بهترین آغاز آغازی بود که با استاد داوودی عزیز داشته باشیم. دیدار ما میره انشاءالله برای می، و قبل از اونم بسیار خوشحال هاییم شد که بیاین در برنامه و به دعوت دوستان باشین و که دعوت کنین و بخون بیان. و چجوری باید با شما تماس بگیرن؟ اینستاگرامتون؟ بله، اعلام میکنیم توسط خود حضرت عالی و بعد هم از طریق اینستاگرام دوستان. بسیار بله. یه گروه کورم تشکیل دادم که 25 نفر از هنرجا با من خواهند خوند دو قطعه رو. به هر حال ما منتظر نذاریم، مهمان عزیز ویژه‌ای رو داریم که تشریف آوردن و خیلی خیلی خوش آمد میگم. منم عرض ادب دارم جناب مایکل پارسای عزیز، واقعا که از بهترین منستر مایکل پارس، بی‌نظیرترین که... و انسانهای شریف روی زمین. بله. و ما خوش اقبالیم که در کامیونیتی ایرانی همچین فرشته ای رو داریم. بله. در خدمتشون خواهیم بود تا لحظات دیگر. با ما همراه باشین دوستان. مرسی.